به خبرهای نیمروزی خوش آمدید. آغاز بهار دانش آموزی و دانشجویی با نواخته شدن زنگ مهر و ایثار در مدارس سراسر کشور. حدود 17 میلیون دانش آموز آغاز فصل دانایی را جشن گرفت. فردای کشور ما بهتر از آن چیزی که الان هست با حضور شما شکل خواهد گرفت. دستور رئیس جمهور به وزیران کشور سمت و بهداشت برای بررسی کامل ابعاد حادثه معدن طبس و کمک رسانی به حادثه دیدگان. شمار جانباختگان به 33 نفر رسید. اعلام 3 روز عزای عمومی در استان خراسان جنوبی. 700 متر به شکل عمودی میرن داخل و در داخلم باز به چند شعبه تقسیم میشه، باید این گازها تخلیه بشه و بعد برن برای کمک. عزیمت رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در 79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل. آقای پزشکیان پس فردا در مجمع عمومی سخنرانی میکند. چه در رابطه با صلح امنیت، چه در رابطه با اقتصاد، تولید، سرمایه گذاری و گردشگری و کارهای دیگه‌ای که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم گفتگو خواهیم کرد. حملات سنگین و بی سابقه حزب الله لبنان به پایگاه نظامی و فرودگاه رامات دیوید در سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های صهیونیستی از فرار صدها هزار صهیونیست به پناهگاه‌ها خبر دادند. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم دلیل اصلی ناترازی بین تولید و مصرف بنزین در کشور چیست؟ در برنامه هفتم چه تدبیری برای حل این مشکل در نظر گرفته شده و کارشناسان چه راهکارهایی دارند؟